آقا اگه من عیبی دارم ببینم عیب خودم رو. بابا این کراوات کج شده، بزن صافش بکنم. درست شد. نگم آقا این مد کج باشه. هیچی رو مد کج باشه بابا، صافش کن، قربت برم، واقع بین باش. میننده عزیز درود بر شما، شما بفهمید عزیزم. الو جان بفهمید. الو قربان، ما یه کمیته تشکیل دادیم جناب برای انتخابات شما. بله کسی از انتخابات شما قربان متوجه نشدم چی گفتی؟ یعنی ما کمیته تشکیل دادیم که شما رئیس جمهور بشید. ممنونم. چه نوع فعالیتی میکنی؟ بله قربان، اگر میشه شما ما میخواستیم عکس شما رو بگیریم جناب. عکس منو؟ الان خدمت دارد میکنم. الان عدلت نه چرا الان من روی کامپیوتر میخواست استاف کنم. نه الان بهتون میگم کجا پیدا بکنم. از تلویزیون تعجب میکنم. اگه میشه نیم روختتون رو قربان بکنید، چون ما عکس تمام روختتون رو داریم، نیم روخت نداریم. بله ممنونم از اون محبت کردیم، ولی عکس اگر عکس من میخواد، کسانی که عکس میخوان، من گفتم ببین، من گفتم میخوام برم بکنم، ولی آیا گفتم آسونه؟ من هیچ وقت نگفتم آسونه. ما اگه بتونیم میکنیم، اگرم نتونستیم حداقل سرمون بلنده، سعیمون رو کردیم. یعنی عزیز درود بر شما، شما بفهمید عزیزم. الو جانم بفهمید. میتونم با آقای عطبکی صحبت؟ در خدمتتون هستم خانم، بفهمید، خواهش میکنم. آقای عطبکی شما چند ساله؟ فرمودین 35 ساله که ایران نیستی. بله البته سال 78 دو سه ماه اونجا بودم، سه چهار ماه اونجا بودم. من میخواستم از شما سوال کنم، خواهشم میکنم که جواب بدین، برای که خیلی مهمه. بله آقای مهندس بیرون هستی در بیتو. بله شما زمان اعلی حضرت اگر واقعا آزادی وجود نداشت، شما حدود 20 و چند سالتون بود، چرا تو ایران اون موقع نموندین و اومدین خارج؟ برای که آزادی به وجود نداشت. بیا بدین من حرفم بزنم شما بزنین. شما آمدین اینجا 35 سال راحت زندگی کردین. بله. زمان جنگ عراق که شما به اشتباه الان گفتین از طرف ایران بود. خانم عزیز گفتم نه. آقای خمینی نشست انگشتش اینجوری که گفت صدام باید برود. آقای شما برو بابا برو ولم کن، من حوصله حرفای چرت ندارم، حتما عوض نکن. آقایی هم که گفت از زمان مصدق آزادی به وجود داشت، آقا چشم گوشت وا کن، وجود نداشت. آقای مصدق خودش بود که رفیق جونجونی خودش دکتر بقایی رو انداخت زندان. این حرفا رو نزن به من، من میدونم چی دارم میگم. مصدق کسی بود که اگه میگفتم بالا چشت ابروه قر میکرد میرفت احمدآباد میشست خودشو نرور میکرد. مصدق مثل بچه رفتار میکرد. مصدق سیاستمدار نبود. اگر سیاستمدار بود به نخست وزیری که رسید، شاهرم که انداخت بیرون رفت، مملکت رو اداره میکرد. چرا اداره نکرد؟ چرا امریکا اومد انداختش بیرون؟ چرا؟ برای اینکه عرضه نداشت. آخه یهو پاشد اومد خواهد بابا اول قاچ زینه بگی از سواری پیشکشت، این چه نوع سیاست مداریه؟ اینم عکس آقای مصدق. خواهش میکنم آقای مهندس برش جلو، اینه بو کجا نگرش دارم، نگاش کن افتاده زمین داره پای شاه رو ماچ میکنه. شما خیال میکنی من اگر سرم بره من میفتم پای مثلا خاتمی یا خامنه‌ای رو ماچ بکنم؟ گردنم هم بزنن، به دارم بزنن. توجه کردی؟ این عکس آقای مصدق افتاده داره پای شاه رو ماچ میکنه. حالا برو بناز با آقای مصدق چی رو ثابت کرد. ممنونم آقای مهندس. توجه کردی؟ چی داری میگی؟ عکس از همون زمان مال نیویورک تایمز. چی داری میگی؟ زیرش هم نوشته مصدق کیسه تو شاز بوتس. با من در نیفتیم. آقا تربیت داشته باشین یه خورده، یه خورده معرفت داشته باشین. همتون دارین البته، این یکی دو نفری که تلفن میکنن ندارن، سوء استفاده نکنین دیگه از من. بیننده عزیز درود بر شما، شما بفهمید عزیزم. الو بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما قربان. ممنونم عزیزم. قربان شما از نیمرخ
لازم نیست که هستش، مثل خروس جنگی میمونی قربان. امیدوارم که مجددن یک تجدید نظری بکنید روی قرار بود که لباستون رو در بیارید و بازو بگیرید. بابا زهر گفتم هوا که خوب شد. هوا خوب شد قربان؟ سر الان بابا. خب سوش میاد قربان چود اینجا ایران هم سوش میاد. همه اونا کسانی بودن که گفتم به ما هم گفتن تریاک میکشی. گفتم آخه آقا به این قیافه به این رنگ و رخ تریاکی میاد، حالا وقتش موقعش بشه من یه بازو هم براتون میگم ببینید بازو نیست. حالا برای اون گفتم و علاق برای کار دیگه نبود. ممنونم عزیزم، شبت بخیر. بیننده عزیز درود بر شما، شما بفهمید. بفهمید خواهش میکنم. بیننده عزیز درود بر شما، شما بفهمید عزیزم. آقای اتابکی سلام عرض میکنم. شما گفتید که مردم مساوی نیستن و اگر یادتون باشه من میخواستم فکر کنم هر کاری کردم امشب یادم نیمد الان یادم من. چند روز قبل شما یک نفر را که به ایشان در رستوران کار داده بودید و کمکشون کرده بودید که چون این حقوق مساوی میخواست و کمونیست گفتید هست، بعد شما در تلویزیون اینو مرتکه حمال خطاب کردید. اگر متوجه باشید مردم ممکنه که از لحاظ پول مساوی نباشند ولی از لحاظ حقوقی با آقای عزیز کسی که اومده باسپای رستورانیه هیچ کارم بلد نیست بکنه، حتی سینی هم دستش بلد نیست بگیره، میاد اونجا وای میسه نطق میکنه میگه که من با صاحب رستوران هیچ فرقی ندارم باید مثل اون پول در بیارم، اون مخش پاره سعی میبره. عزیزم محبت شبت بخیر. چی داری من میگی؟ من نگفتم مردم تساوی ندارم مساوی نیستن، گفتم اونایی برابری که میان تو ذهنتون فرو میکنن، اونایی که میخوان بهتون بفروشن یه چیزی رو، امکان نداره. بابا ما یکی داریم آقای دکتر پیشداد عزیز، حالا من اسم اینه میارم چون اسم کسی دیگر نمیخوام بیارم، 20 سال رفته مدرسه خودشو کشته، 30 سال سابقه نمیدونم دکتری داره، تبحر داره، فلان داره. آیا این آقا با هم مساویه؟ بنده بیام بگم چرا ایشون مثلا انقدر پول میسازه خونش مثلا فلان جاست، منم میخوام، منم باید داشته باشم. وجون در برو تو هم مثل اون کار بکن، 20 سال برو مدرسه، انقدر تخصص داشته باش، انقدر ماهر باش، انقدر کارت خوب باشه، تو هم در بیار بکن. من دارم اینه میگم، دست بزنم کمرت ولنشو خودت بکن، نیا به من بگو چرا اون داره من ندارم. و جهنم که نداری به من چه که نداری، برو تو هم داشته باش، مشروع درست حسابی کارت بکن داشته باش. میانیان عزیز دیر شده، صدای منم دیگه گرفت، یعنی این که من امشب خیلی حرف زدم. میخوام خیلی سریع بدون سلام و تعارف احوال پرسی، درود به همه تون، حال من خوب و امیدوارم حال شما خوب باشه، خیلی سریع یه نظر کوتاه راجع به من و برنامه امشب بدین و بعد مرخص بشین. بیننده عزیز 10 ثانیه یه نظر کلی بدین. آقا منتظر شما هستیم در تلویزیون با آقای داور و آقای حقا. با آقای حقا؟ نه نه من با آقای حقا نمیام. بیننده عزیز درود بر شما، شما بفهمید. آقا درود بر شما، حال شما خوبه؟ قربان شما. رئیس جمهور 5 ثانیه. خب چه خبر؟ 7 ثانیه. 8 ثانیه. 8 ثانیه. 10 ثانیه تون تموم شد. بیننده عزیز 10 ثانیه بفهمید خواهش میکنم. بیننده عزیز 10 ثانیه شما بفهمید. بله آقای اتابکی، بنده خیلی خوشبختم که امشب جناب عالی گل کاشتید و متاسفانه بنده تلویزیون ندارم و شما رو از کامپیوتر نگاه میکنم. قبلا کامپیوتر دایل اپ بود و حالا خیلی آلترا هست که هم صدای شما رو میشنوم و هم سیمای شما رو میبینم. ممنون آقای عزیزم، شد 25 ثانیه 10 ثانیه بفهمید. آقای اتابکی من دکتر سالانی هستم، من متاسفم که شما حتی تو برنامه‌تون یه فضای ساده برای اینکه یه بحث جدی بشه رو نمیتونین فراهم کنین، چون که درک سیاسیتون بسیار ضعیفه و من متاسفم واقعا. خیلی ممنون. 18 ثانیه شد، حالا میگن که نمیتونی به جای 10 ثانیه بشون 18 ثانیه وقت داری.